داری میکنم. آقای امینی، در هفته گذشته بعد از اینکه شما درباره پیشینه زبان فارسی سخن گفتید، همیهنی به من گفتن که از آقای امینی بپرسین آیا درست است که پیش از نفوذ انگلستان، حمله انگلستان به هندوستان، زبان فارسی زبان رسمی، فرهنگی و نظامی شبه قاره هند بوده است به دستور اکبرشاه، این اونگونه که ایشون گفتن. و یه چیز دیگه هم ایشون گفتن، گفتن که در زبان اردو اینقدر لغت فارسی اصیل وجود داره. مثلا گفت ایشون گفتن که حمله انتحاری در زبان اردو می شود خودکش حمله. یعنی بله. خب آقای امینی درست میگن؟ به اجازه که با یک پیش درآمدی به این همیهنه گرامی من پاسخ بدم، چون در هفته گذشته زمینه ای رو آغاز کردم که به چگونگی گسترش زبان فارسی مربوط میشد. زبان فارسی در میان بخشی از مردم ایران به کار برده میشد. این که در اون دوران آغازین شکل‌گیری دولت‌های پس از دوره چیرگی خلفای عباسی در ایران، دوره خلفای اموی و سپس عباسی، پیدایش دولت‌های مانند طاهریان، سامانیان، صفاریان و به ویژه از دوره غزنوی چگونه زبان فارسی گسترش پیدا کرد، من این رو بر پایه پژوهشی که انجام دادم و تزی که در این زمینه دارم، نظریه‌ای که در این زمینه دارم، مربوط می‌کنم به دیوانی شدن این زبان. یعنی از هنگامی که این کار در دوران صفاریان آغاز شد، در دوره سامانیان همچنین بود، ولی به ویژه در دوره غزنویان که نخستین دولت ترکمان تبار در ایران بودند، از دوران اونها در هنگام وزیری ابوالعباس فضل اسفرایری که وزیر بسیار با تدبیر سلطان محمود غزنوی، حتی منشی و پیش از آغاز وزارت و آغاز پادشاهی محمود بود، آغاز شد. همزمان شد این رسمی شدن زبان فارسی، دیوانی شدن زبان فارسی با خلق شاهنامه. یعنی باید گفت که شاهنامه در واقع پیش درآمد این کار بود. البته در دوران سامانیان ما سرایندگانی مانند رودکی داشتیم و در فاصله رودکی تا فردوسی کسانی مانند دقیقی داشتیم و کسان دیگری که به فارسی می سرودند و می نوشتند و حتی خود فردوسی هم در واقع بیان چگونگی خلق شاهنامه میگوید که این شاهنامه به صورت نوشتاری وجود می داشته به فارسی و من این رو شیر کردم. و این است که می توانیم بپذیریم که نوشتارهای زیادی در اون دوران به زبان فارسی وجود داشته، ولی با دیوانی شدن این زبان، به ویژه دولت غزنوی که پس از آمدن اعراب به ایران نیرومندترین دولت پس از آمدن اعراب هست، یعنی بسیار نیرومندتر از دولت سامانیان، طاهریان و صفاریان بوده و بر بخش‌های زیادی از خراسان بزرگ و مناطق مرکزی ایران دولت سلجوقی سلطان محمود به ویژه چیرگی داشته، با رسمی شدن این زبان به عنوان زبان دیوان، هر کس می‌خواسته با این دیوان کار بکند باید این زبان را به کار می‌برده. و این است که پیرامون دیوان یک گروه گسترده‌ای از منشیان، نویسندگان، کسانی که کارکنان دیوان بودند به وجود آمده و زبان رسمی شده و گسترش پیدا کرده، پایگاه اجتماعی داشته و با رسمی شدنش هنگامی که سلجوقیان به ایران می آیند و سپس مغولان و تیموریان، دیگر نمی توانند این زبان دیوانی رو تکان بدهند. همه فرمانهای دوران غزنوی به زبان فارسی است. نامه هایی که به گفته حتی بیهقی، نامه هایی که می نوشتند اگر با خلیفه بوده، این نامه ها به عربی بوده چون زبان دستگاه خلافت عربی بوده، ولی اگر به دیگران می نوشتن، حتی به حاکمان ترک تبار یا ترک زبان در سرزمین های دیگر، این نامه ها همه به فارسی بوده، به ترکی نبوده. و این است که نوشتن فرمان ها و حتی قباله نامه ها به فارسی در این دوره
گسترش پیدا میکنه. اسناد زیادی از این دوران به جای مانده، از جمله اسناد مربوط به قباله ازدواج، خرید و فروش، فرمانها، دستورهای دولتی، همه اینها به فارسی است. و سپس هنگامی که به دوره سلجوقیان میرسیم، این زبان گسترش بیشتری پیدا میکنه و به دست دولت ترکمان‌تبار سلجوقی تا ترکیه امروز هم پیش میرود. اما پرسشی که هم میهن گرامی کردند مربوط می شود به پادشاهی از میان نوادگان تیمور به نام بابر، ظهیرالدین بابر اگر اشتباه نکنم، بله ظهیرالدین محمد بابر که یکی از نوادگان تیمور بوده و در ترکستان در واقع می زیسته، منطقه‌ای که پایگاهش خوتن بوده و از ترکستان به هندوستان لشکر می کشه. از خراسان نبوده، از ترکستان بوده و از ترکستان به هندوستان لشکر میکشه و بر هند چیره میشود و زبان فارسی رو آنچنان شیفته و ستایشگر بوده که دستور میدهد که بسیاری از سرایندگان و نویسندگان فارسی زبان، یعنی دستور میدهد دعوت میکنند به هند کوچ کنند و از این زبان فارسی در هندوستان گسترش پیدا میکنه. فرمان اکبرشاه رسمی کردن چیزی بوده که انجام شده بود، یعنی زبان فارسی زبان دیوانی اداری و ادبی هندوستان شده بود و بریتانیا با 100 سال کوشش پس از آغاز استعمار چینی بر هند به این ماجرا پایان داد و بسیار هم دردناک بود که توانست چنین گسستی رو میان این حوزه فرهنگی ایران با حوزه سیاسی امروز ایران، یعنی در واقع حکومت در ایران یا فرمان روایی در ایران ایجاد بکنه. این اگر بخواهیم من از روی یاد داشتی آوردم اینجا برای که به این بپردازم، این دوره تیموری از این جهت بسیار جالب است. اینها فرزندان یک شاهی که بسیار خونریز، یکی از خونریزترین فرمان روایان تاریخ بوده تیمور و در دنیا شناخته شده است به عنوان یک پادشاه خونریز. فرزندان او در واقع نه تنها زبان فارسی رو در کانون کار دیوانی و اداری خودشون نهادن، بلکه از ستایشگران و کمک یاری رسانندگان به پرورش زبان فارسی شدن. من چند نام رو خدمتتون در اینجا می آورم. شاهرخ میرزا که فرزند جانشین تیمور بوده، فرزند بزرگ جانشین تیمور بوده و فرزندان شاهرخ میرزا، بهادر خان، قیاس الدین بایسنبور و حلق بیک میرزا، ابوالقاسم بابر قلندر، بعد پسر بایسنبور بوده، خلیل سلطان تیموری، سلطان ابو سعید گورکانی که نواده تیمور از فرزندش محمد بوده که 22 سال در واقع بر بخش خاوری ایران فرمان روایی کرده و همچنین سلطان حسین میرزا بایقرا نواده تیمور، زین العابدین ابابکر میرزا نوه میرانشاه و چندین نفر دیگر. اینها به فارسی شعر می سرودند، شیفته زبان فارسی بودند و این شاهنامه معروف بایسنقری در دوران تیموریان فراهم شده که شاهنامه است که یکی از سه شاهنامه بزرگ گراورسازی شده است که تنها شاهنامه است که به طور کامل در ایران باقی مانده. دو شاهنامه دیگر، یعنی شاهنامه‌ای که پیش از آن در دوره مغولان فراهم شده و به شاهنامه دموت معروف است و از ایران برده شد و بریده شد و حراج شد، و شاهنامه طهماسبی، همه اینها از ایران خارج شده، بخش‌های زیادی از اون از ایران خارج شده و شاهنامه بایسنقری در ایران به جای مانده. اینها مال دوره تیموری است و نشان می‌دهد که زبان فارسی چنان ریشه دوانده بوده و چنان تنومند و توانا شده بوده که دولت‌های مغول و تاتار هم این زبان رو برجسته می‌کردن و از جمله شخصیتی که اشاره کردم، یعنی ظهیرالدین محمد بابر، بابرشاه از ترکستان به هند لشکر کشید و زبان فارسی رو با اینکه زبان مادریش نبود بر هندوستان چیره کرد. آقای امینی، ایشون میگفتن همچنین که بیشتر واژه های زبان اردو فارسیه که البته میدونیم، ولی نکته ای که بعدش افسودن این که
سرود ملی پاکستان تمامش فارسیه جز یک حرف اضافه اردو. من گوش نکردم به سرود ملی پاکستان، این رو شنیدم و بیگمان درست است، ولی بر روی زبان اردو، بنیاد زبان اردو زبان فارسی است. اصلا از این فراتر برم، زبان فارسی زبان لاتین آسیا است، یعنی همون نقشی که لاتین در شکلی زبانهای دیگر اروپایی داشته، زبان فارسی در زبانهای آسیایی داشته و این نقش رو داشته که در تمام زبانهای آسیایی دارای تأثیر بوده و البته خود اون هم از اونها تأثیر گرفته. آقای امینی، شما یواش یواش دارین اروپایی میشین. همیشه اروپایی بودم، من خیلی فرهنگ و به فرهنگ و خوی اروپایی ها خیلی علاقه مندم و ببیش به خوردنی ها و آشامیدنی های اروپایی که شما هم یه موقعی که در پاریس میزیستید سخت شیفته اونها بودید و میدونم که هنوز هم هستید. آقای امینی، نخستین نوشتار فارسی یا دری در دوران پس از چیرگی اعراب مسلمان بر ایران چه بوده؟ کتابی است که 130 سال پس از هجرت نوشته شده. این کتاب رو بهافرید نوشته. بهافرید یک دین تازه آورده بوده که یک ترکیبی بوده از آیین زرتشت و مانی و اندکی عناصر اسلامی، خیلی اندک. شخصیتی بسیار جالب بوده این بهافرید. شورشی رو آغاز میکنه که شورش بیشتر دینی است، سیاسی نیست و پیروان زیادی پیدا میکنه بهافرید در خراسان بزرگ و کتابی فراهم کرده به زبان فارسی، به زبان دری، که بیرونی میگوید که نخستین نوشتار به زبان دری است و این کتاب باقی نمانده و ما تنها از این کتاب به دلیل اینکه بیرونی از اون یاد کرده آگاهی داریم، ولی خود کتاب در دست نیست. ولی به نظر می آید که نخستین نوشتار فارسی دری، به ویژه نوشتار دینی در ایران باشد که به فارسی دری فراهم شده. اسم کتاب آمده در اسناد؟ بله، اسم چندین اسم از این کتاب آمده، من الان در برابر خود ندارم و اجازه بدی که در هفته آینده این رو برای شما بیاورم، درست به یادم نیست، ولی میدانم که کتاب بهافرید هست، یک دستور دینی است از بهافرید که بیرونی از اون یاد کرده. من همه چیز رو در حافظه ندارم، گاهی وقتا مجبور هستم که به یادداشتام رجوع کنم و این بار یادداشتای در برابر خودم ندارم و چون شتاب برای سفر دارم، اینی که با پوزش از شما شاید در هفته آینده نام کتاب رو برای شما بیاورم. مرگ بر شتاب. آقای امینی، در پیشنویس کتابی که در دست انتشار دارید و برای منم فرستادید، از جمله نوشتید، یک عالم چیزها درش خواندم ولی یه تکش رو میخونم. نوشتید: شگفتی های روزگار نیز یکی این است که قراخانیان یا آل افراسیاب تورانی که در اساطیر ایرانی به دشمنی با ایرانیان اشتهار یافتند، به تجدید حیات فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در قلمرو فرمانروایی خیش شتاب بخشیدند و حوزه فرهنگ ایشان فارسی سرایان برجسته‌ای داشت، چون شمس تبسی، رشیدی سمرقندی، امعق بخارایی، سوزنی سمرقندی، رضی الدین نیشابوری، ضیاء خجندی، زهیری سمرقندی، که همه اینا از پشتیبانان ملوک خانیه بودند. آقای امینی، بفرمین که اینها، یعنی این سلسله بیشتر به زبان فارسی و دری یاری رسانده تا به ترکی، گویش‌های ترکی. در سرزمین خوارزم و فرارود خاندان‌های ایرانی بسیاری بودند که از دوران ساسانی بخشی از امپراتوری ایران به شمار می‌آمدند
و برخی از اونها نزدیک به 1000 سال بر بخشهایی از این بخشهای شرقی خراسان بزرگ و فرارود پادشاهی کردند و در میان اونها از جمله یکی از اونها همین گروهی است که البته سپس مهاجرت کردن، کوچیدن به اونجا و ترک تبار بودند ولی زبان فارسی رو پذیرفتند. چندین خاندان دیگر هم در میان اونها بودی که اینها بیشتر خاندانهای ایرانی بودند و پاسدار زبان فارسی و از جمله کسانی که از در دوران مثلا سلطان محمود غزنوی یا شاهان دیگر از ایران به دلایلی می‌گریختند یا خودشون رو در امنیت حکومت چیره بر بخشهای از ایران نمی‌دیدند به این سرزمین ها کوچ می‌کردند و از جمله همین گروه خاندان که اشاره کردید که در منطقه ای از خوارزم بزرگ بودند یا خراسان بزرگ بودند و ملوک خانیه خوانده می شدند، اینها از پاسداران زبان فارسی بودند. حتی می توان گفت در پاسداری از زبان فارسی به جایگاهی رسیدند که و فرهنگ ایرانی که سامانیان در واقع رسیده بودند، همان امنیتی که بزرگان سخنسرا و نویسنده به زبان فارسی داشتند در دوران چیرگی سامانیان، در دوره کوتاه چیرگی سامانیان 190 سال چیرگی، شاید نزدیک به 100 سال چیرگی سامانیان در خراسان، اینها در بخش‌های دیگری از خراسان بزرگ داشتند و از این جهت باید گفت که کار اونها شاید شبیه باشد به موقعیت شروانشاهان در منطقه آن سوی رود ارس. تو ما با شروان روبرو هستیم که بخشی از آران یا اران بوده و منطقه است که امروز بخشی از جمهوری آذربایجان است. این نام نابرازندهی که بر اونجا نهادند که اصلا با آذربایجان مربوط نبوده. این شروانشاهان از خاندانهای عرب شیبانی بودند که به اون منطقه کوچیدند و رفته رفته حتی نامهای اینها هم دگرگون شد و بسیاری از بزرگان سرایندگان نامآور تاریخ ایران مانند خاقانی و نظامی گنجی که از این منطقه برخواستند ستایش از این شاهان میکردند و این شاهان دیگر زبان عربی رو شاید چندین نسل بود که کنار نهاده بودند و کسی در میان اونها اصلا به زبان عربی آشنا نبود، گسترندگان فرهنگ ایرانی و زبان فارسی بودند و نامهای شاهان اونها هم که اگر در آغاز نامهای عربی بود رفته رفته به نامهای منوچهر و فریدون و چیزهای از این دست تبدیل شد و اونها خودشون رو اساسا ایرانی میدانستند و پرورندگان ادب فارسی بودند و کسانی مانند خاقانی در اون دوران هم از شروانشاهان ستایش کرده هم از آخرین دولت اتابکی آذربایجان و با اینکه در آذربایجان اتابکان آذربایجان بازماندگان سلجوقیان چیره بودند که ترک و ترکمان بودند و در شروان شروانشاهان از تیره عرب چیره بودند، زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در هر دو سرزمین چیره شد چیره بود و ما از جمله در این دوران ما قطران رو داریم. قطران در دوران سلجوقیان یا در دوران همزمان با دوره سلجوقی است که در واقع سربلند می کند. نخستین شاعر دری ایران است، نخستین شاعر در آذربایجان و خیلی ها گمان می کنند که در اون هنگام زبان مادری قطران ترکی بوده. زبان مادری قطران پهلوی بوده، همون تاتی که کسروی هم از اون نام میبره و در کتاب آذری خاقانی باش ملاقات کرده، نه؟ ناصر خسرو ملاقات کرده. ناصر خسرو. بله، ناصر خسرو میگوید که در تبریز شاعری دیدم به نام قطران که شعر میسرود و زبان فارسی نیک نمیدانست. خب اون زبان فارسی خراسانی رو باش آشنا بوده که بر روی گهواره زبان فارسی است و قطران با زبان فارسی دیرتر آشنا شده. اما نکته جالبی رو خدمتتون مثلا در شعر قطران بگویم، با اینکه قطران دوران نزدیکی به شاهنامه میزیسته، شاید 30 سال پس از نوشته شدن نسخه دوم شاهنامه از شاهنامه آگاهی داشته، به همین دلیل هم است که در برخی از سروده‌های خود استقبال کرده از شاهنامه، نام نبرده ولی آشکار است که با شاهنامه و کار فردوسی آشناست.
این نشان میداد که تا چه اندازه شاهنامه فردوسی در سپهر ادبی ایران گسترش یافته بوده و شناخته شده بوده، اگرچه در اون هنگام هنوز ما سند چاپ نداشتیم، نسخه های دستخطی شاهنامه بسیار اندک بوده، ولی سینه به سینه آوازه این کار حماسی فردوسی به همه جا رسیده بوده و نشان میداد که تا چه اندازه به رغم 200 سال چیرگی اعراب و سپس حکومت های ترکمان و ترکتبار، زبان فارسی در ایران به طور داوطلبانه و به دلیل آنچه که پیشتر اشاره کردم دیوانی شدن و سپس توانایی خود این زبان، دیوانی شدن بخشی از کار است و توانایی خود این زبان چگونه در سرتاسر ایش میگن زبان؟ جنی زبان. بله در فرانسه میگن جنی زبان، جنی زبان، بله، نبوغ زبان. بله. خب آقای امینی عزیز، سلجوقیان نخستین دولت ترکمن تباری بودند که بر سر تا سر سرزمین پیشین ساسانیان چیره شدند. درباره سرنوشت زبان فارسی در روزگار آنها در همان نوشتار شما خواندم که عصر آنها آفریننده 4 مقاله عروضی نظامی گنجهی، آفریننده خمسه نظامی، ناصر خسرو قبادیانی، سخنسرای خردگرای بی همتای تاریخ ادب ایران، این کلمات شماست، حکیم عمر خیام نیشابوری، شاعر فیلسوف، ریاضیدان و دانشمندی که از مفاخر جامعه بشری است، خواجه نظام الملک طوسی که در سپهر سیاست و در پهنه ادب فارسی درخششی بود بی همتا. در کنار اینان ده ها تن دیگر به تنومندی و توانایی درخت فرهنگ ایران و زبان فارسی یاری رساندند، هر یک از گوشه ای از خاک گسترده ایران زمین برخواسته بودند و چه بسا که زبان مادریشان فارسی نبود، چنان که گفتید قطران تبریزی، خاقانی شروانی، انوری، امیر معزی نیشابوری، اسدی طوسی، مسعود سعد سلمان، عمق بخارایی، فلکی شروانی، برهانی نیشابوری و فرزندش، امیر معزی، سوزنی سمرقندی، ظهیر فاریابی، جمال الدین اصفهانی، رشیدی سمرقندی، ازرقی هروی، ادیب صابر، ترمذی، عین القضات همدانی، قاضی حمیدالدین بلخی و بسیاری دیگر و اوفی در لباب الالباب از 108 تن سرایندگان پارسیگوی دوران سلجوقی نام میبرد. آقای امینی، من شنیدم از آقای محجوب، دکتر محجوب خدا بیامرز، که می گفت مثل که خودشون شمارش کرده بودن ایران 120 هزار شاعر پارسیگوی داره. بله، خب واقعا این شگفت آفرینی این تاریخ ایران و زبان فارسی است، ولی در واقع کار من در زمینه سرگذشت زبان فارسی بیشتر به این مربوط می شود که نشان بدم که چرا این زبان پا گرفت و چرا توانایی یافت. آقای امینی ببخشید، آقای همایون در این مورد گفته بودن به شما که این موضوع به نام شما در تاریخ ثبت میشه، نه؟ در مورد دیوان سالاری در واقع، یعنی من در واقع کاری که انجام دادم و در یک برنامه هم با آقای دانش همایون با هم بودیم این رو مطرح کردم و ایشان گفتن من در همین جلسه در این زمینه به شما یک دکترای جدید خواهم داد. این سخن من درباره رمز ماندگاری ایران بود، نه زبان فارسی، که رو زبان فارسی رو بهش افزودم که نظام دیوان سالاری ایران که کهن‌ترین نظام دیوان سالاری جهان است و نزدیک به 2700 سال پیشینه داره، مهم نیست کدام پادشاه آمده و رفته، کدام سلسله آمده و رفته، کدام گروه بر ایران چیره شده، این ساختار دیوان سالاری ایران ساروج ماندگاری ایران بوده و زبان فارسی رو این ساختار دیوان سالاری ایران حفظ کرده و
نگه داشته و به ویژه از دوره سلجوقی به این سوی به عنوان زبان دیوانی تبدیل کرده. میدانید که در دوره سلجوقیان هنگامی که در دوره غزنوی در واقع گفتم در دوره سلجوقی هنگامی که اونها از سرزمین های آسیای میانه به ایران یک کوچ مهاجمانه دارند، اساسا مردمی هستند که با زبان فارسی چندان آشنایی ندارند و از نام های شاهان اونها هم آشکار است که افرادی هستند از پیشینه آلتاییک یا ترکیک یا اوغوز یا یکی از تیره های بروی ترتبار، که البته ترکمان هم به اونها به این دلیل میگفتند که در بسیاری از پژوهش های تاریخی امروز تقریبا پذیرفته شده که به ترک مسلمان ترکمان میگفتند یا ترکمان میگفتند، ولی به هر روی یعنی یک طایفه یک ایل مشخصی نیست. اینها در واقع هنگامی که به ایران میآیند با اینکه خود اونها چندان با زبان فارسی و فرهنگ ایران آشنایی ندارند در میآمیزند با این فرهنگ، این رو میپذیرند و این زبان رو برمیدارند، از خراسان که پایگاهشون بوده میبرند تا آناتولی یا آسیای کوچک. پنج دولت سلجوقی در ایران به وجود می آید، اتابکان، و اتابکان آخرین اتابکان روم هستند که اینها سرانجام به دست مغولان از میان می روند و در تمام این دوران زبان فارسی است. اسنادی رو آقای نوایی فراهم کردند، کار بسیار ارزنده ای رو در درازای سالهای زیادی پژوهش ایشان انجام دادند که مجموعه هایی است از اسناد تاریخی دوران عثمانی، ایران عثمانی، مجموعه است از دوران سلجوقیان، از دوران تیموری، دوران مغول و مجموعه گوناگونی است و در مجموعه اینها وقتی شما نگاه میکنید بیشتر فرمان ها است و جالب اینجاست که حتی دولت مغول در آغاز کوشش کرد زبان اویغور به عنوان زبان رسمی ایران، زبان دیوانی ایران چیره بکنه، اما این زبان دستگاه نوشتاری نداشت و فرهنگی پشت اون نبود و خیلی زود برچیده شد و زبان فارسی برگشت و تا جایی برگشت که خیلی جالب است اینجا خدمتتون بگم که در دوران گمان میکنم قازان خان، بله در دوران قازان خان نوه تیمور، نوه هولاکون که خود او نوه چنگیز بود، قازان خان آنچنان شیفته فرهنگ ایران شده بود که خیلی ناراحت بود که ایرانیان یه شاهنامه به فارسی دارن درباره تاریخ شاهان ایران و مغولان تاریخی در این زمینه ندارن به شعر. اینکه دستور داد یک شاهنامه درباره تاریخ مغول به فارسی فراهم بشود و شاهنامه‌ای در دست داریم که شمس الدین کاشانی در 20,000 بیت سروده، بسیار شاهنامه سبکی است ولی این شاهنامه مغوله به فارسی درباره تاریخ مغول بر همون سبک و سیاق و رسم شاهنامه فردوسی. و جالب اینجاست که جام و تواریخ کتاب معروفش رشید الدین فضل‌الله، جام و تواریخ منبع در واقع این شاهنامه بوده و خود کتاب رشید الدین فضل‌الله جام التواریخ یکی از شگفتی های روزگار است و از تاریخ های بسیار برجسته‌ای که در اون دوران نوشته شده و همراه با تاریخ جوینی و دیگر تاریخ هایی که در اون دوران فراهم شده همه اینها به فارسی هستند و هیچ تاریخی در این دوران به ترکی یا مغولی در دست کم پهنه سیاسی ایران گردآوری نشده. چینی ها تاریخ نوشتن در باره دوران مغول، اما آنچه که از دوران مغول و دوران پایانی سلجوقی و آغاز تیموری برای ما به جای مانده همه به زبان فارسی است و نشان میدهد که تا چه اندازه در دیوان ایران دوران مغول و پس از سلجوقی زبان فارسی زبان چیره جامعه ایران بوده و مغولان راهی جز پذیرفتن این زبان به عنوان زبان دیوان نداشتند. حاشیه هم اینجا خدمتتون بگم که نامه‌ای هست امروز در گمان میکنم یک بار در برنامه به این اشاره کردم، نامه‌ای هست امروز در موزه واتیکان، اگر همیهنان سفری بکنند به واتیکان میتوانند این نامه رو بیابند. این نامه رو
نوه تیمور برادر اولاکو به پاپ اون زمان پاپ اینوسنس نوشته. پاپ یه هیئتی رو میفرستاد به خب دولت چیره بر اروپا، دولت کاتولیک بوده، یعنی نظام کاتولیکی در واقع چیره بوده بر فرمان روایی های سیاسی اروپا. هیئتی رو میفرستد برای اینکه مغولان رو در واقع جلب بکند به آیین مسیح و اونها رو تابع کلیسا بکند، و اونها تصور میکردن که این هیئت نمایندگی برای تسلیم واتیکان به اونجا آمده، ولی تا آشنا با واتیکان نبودن. نامه ای نوشتند بسیار تند به پاپ که از او خواستن که تسلیم مغولان بشود، و به او پیغام دادن که اگر تسلیم مغولان نشود بدن او را به اندازه سر و کوچک خواهم کرد. این نامه به فارسی نوشته شده، چون در دربار مغول بسیاری پس از نخستین یورش مغولان به ایران بسیاری از دیوانیان را به سرزمین مغول برده بودند، و تصور اینها این بوده که این زبان زبانی است که در دربار و در دستگاه واتیکان خواننده خواهد داشت و کسانی خواهند توانست این نامه رو دریابند. به خط اویغوری نامه به فارسی است، به خط فارسی هم همچنین دو نسخه از این فراهم کردند که یکی از اونها به فارسی است، و این نامه رو برای واتیکان نوشتند در اون هنگام، در زمان هولاکو و برادر هولاکو در واقع. شما نامه رو دارین؟ یعنی متنش پیشتونه؟ الان پیشم نیست، ولی نامه رو دیدم و نسخه از اون رو هم در کتاب های در نشریات فارسی به چاپ رسیده. خیلی جالب است، یک نامه است، یک طولانی به خیلی عرض کوتاهی داره، ولی نزدیک یک متر و نیم بلند هست، به صورت یک استوانه ای رو فراهم کرده بودن و این رسم اون زبان بوده و مهر اویغوری و مهر مغولی بر آن هست، ولی نامه به فارسی است. این نامه رو یکی از پژوهشگران برگردانده به فارسی، و شاید در یه برنامه من این نامه رو برای شما بخوانم. خیلی ممنون. ببخشید، نه که برگردانده، خوانده و روی کاغذ آورده از آن متن به هر حال کهن. آقای امینی، آخرین ایلخانان مغول و اتابکان سلجوقی و حکومت‌های محلی رو می‌دونیم تیمور برانداخت. سرنوشت زبان فارسی در دوران پس از چیرگی تاتاران با خاندان تیمور چگونه بوده؟ یکم این که بفرمایید که در دوران آقوینلو و قرقوینلو که پیش از برحال شاه اسماعیل صفوی بودن، قبل از صفویان بودن، در اون دوره وضع زبان فارسی چگونه بوده؟ در دوره زودگذر تیموری در ایران ما با یک نوع رویاوری بسیار بسیار گسترده جانشینان تیمور به زبان فارسی روبرو هستیم. البته خود تیمور هم هنگامی که بر تبریز چیره می شود نامه ای نوشته به شاه آن زمان فرانسه امروز اون سرزمین، و در اونجا این نامه رو باز به فارسی نوشته و نشان میدهد که دستگاه دیوانی در اون هنگام فارسی زبان بوده. ما در اون دوران، دوران پیش از حتی تیموری، خب میدانیم که اون زمان تبریز و مراقع پایگاه های برجسته فرهنگ ایرانی بوده. رد رشیدی در تبریز به عنوان یکی از نخستین دانشگاه های دنیا به وجود آمده بوده. همین کاری است که رشیدالدین فضل الله کرده بود، و همچنین در کتابخانه بزرگی که در مراغه فراهم کرده بودند شمار بسیاری کتاب فارسی خطی فراهم شده بود و گردآوری شده بود. مغولان برخلاف هجوم آغازین اعراب به ایران کتاب نسوزوندند و بیشتر کوشش کردند که اینها رو حفظ کنند. این میراث به دوره تیموری هم رسید، یعنی در دوره تیموری ما با یک اقبال گسترده اونها به فرهنگ ایران روبرو هستیم. شاید ما تنها تمدن جهان باشیم که بیشتر فاتحان بر کشور ما شیفته ی فرهنگ مفتوح شدند و اون رو پذیرفتند، و تیموریان یکی از نمونه های اون هستند. مثلا این خط نستعلیق در اون هنگام در یک
دبستان هرات شکل گرفت. دبستان اینجا به عنوان یک مکتب ازش یاد میکنم، یعنی مکتب رو که به عنوان دبستان میشناسن، نه دبستان پس از کودکستان. یک مکتبی به وجود آمد به نام مکتب هرات، که در این مکتب هرات به دستور پادشاه تیموری بسیاری از نگارگران، خوشنویسان گرد هم آمده بودند و کارهای بسیار بسیار برجسته‌ای رو فراهم کردند و از جمله همین شاهنامه بایسونگوری در همین دوران نوشته شد و کارهای بسیار بسیار برجسته‌ای بود در این دوران. این میراث مکتب هرات سپس به تبریز رفت، یعنی نه همون گروه ولی گروه دیگری سپس به تبریز رفت در دوران شاه اسماعیل. بسیاری از اینها رو شاه اسماعیل از خود پس از چیرگی بر هرات به تبریز برد و در تبریز نوشتن یا فراهم کردن شاهنامه طهماسبی رو اینها آغاز کردند، که شاهنامه بسیار بسیار بزرگی بود که سپس به عنوان یک هدیه برای تاجگذاری یکی از پادشاهان عثمانی در دورانی که ایران با عثمانی در صلح بود برای اونها فرستادند و سپس سر از اروپا برآورد و به دست یکی از بازرگانان فرانسوی افتاد، فرانسوی آمریکایی افتاد و تکه پاره شد و اینک 118 برگ اون، نقاشی اون از 256 پیکره به ایران بازگشته و در یکی از موزه های ایران هست. یعنی اونها توانستن این رو بازپس بگیرن در دوران چند سال گذشته، در چند دهه گذشته. ولی در دوران تیموری ما با گسترش فرهنگ ایران و زبان فارسی روبرو هستیم. اصلا پهنه نفوذ زبان فارسی در دوران تیموری است که به هندوستان کشیده شد و این هم از شگفتی های روزگار است که تیمور با خونریزی و ویران کردن شهرها بر ایران فرمان روایی کرد و جانشینان و فرزندان او شیفته و پاسدار فرهنگ و زبان فارسی شدند. و پس از اون هم فرمودی دوران دو طایفه، دو تیم، دو اتحادیه ترکمان تبار، قراقویونلو و آقویونلو، سفید گوسفندان و سیاه گوسفندان که بر سر چیرگی بر سرزمین بزرگ ایران با یکدیگر درگیری داشتند. در دوره جهانشاه آقویونلو خیلی جالب است، این که باید جهانشاه قراقویونلو پوزش میخوام، خود جهانشاه قراقویونلو که آخرین پادشاه بزرگ قراقویونلو هست به فارسی شعر می سرود و دیوان خودش رو، نام او حقیقی بود، نام سرایندگی، دیوان خودش رو برای جامی فرستاده بود که جامی در این باره داوری کنه و گویا جامی هم خب بر روی باید می گفته که خب شعر شما خیلی استوار هست. من فکر کنم در یه برنامه برای شما به این اشاره کردم که این در همین دوران، در دوران آقویونلو، قراقویونلو پوزش میخوام، همین فرزند جهانشاه خان به نام پیر بودا، این شورید بر پدر، او فرمانروای شیراز بود و در دوره فرمانروایی بر شیراز سرایندگان و خوشنویسان رو گرد آورده بود و یک کتابخانه بزرگی هم درست کرده بود. پادشاه بسیار سنگدلی هم بود. دو دقیقه وقت داریم، ببخشید. او بر پدر شوری و پس از شورش بر پدر رفت به بغداد و بر بغداد چیره شد و جهانشاه قراقویونلو به جنگ پسر پرداخت. وقتی به دروازه های بغداد رسیده بود، این اسناد امروز موجود هست که پادشاه قراقویونلو به زبان فارسی برای پسر پیام فرستاد. یک قصیده بلندی است: ای خلف از راه مخالف بتاب، تیغ بیفکن که منم آفتاب، شاه منم، ملک و خلافت مراست، تو خلفی، از تو خلافت خطاست. پیر بوداغ هم جواب داده، پاسخ داده به پدر، او هم با شعر فارسی. برید با دو پادشاه و امیر و امیرزاده ترکمان با هم به فارسی مناظره میکنن و در یک درگیری جنگی: نیستم آن طفل که دیدی نخوست، بالغم و ملک به بالغ درست،
کشور من نیست کم از کشورت، لشکر من نیست کم از لشکرت. خطه بغداد به من شد تمام، کی دهم از دست به سودای خام. و قصیده طولانی است که نشان میدهد این زبان فارسی نه از راه زور بلکه به طور داوطلبانه و از راه شایستگی و همون گونه که گفتید جنی به یک زبان چیره در ایران تبدیل شده بود، در کانون ادب ایران، در کانون فرهنگ ایران نشسته بود و هر کس از هر تیر و تباری بود و به این سرزمین می آمد و حتی در بیرون مرزهای ایران یا حوزه سیاسی ایران زبان فارسی زبان دیوانی، زبان فرمانها، زبان ادبی بود و این زبان سرانجام به دوران مشروطه رسید راهی جز این نبود که به زبان ملی ایران و زبان مشروطه تبدیل بشود. ممنونم جناب آقای امینی، سفرتون انشالله خوش باشد، خیلی خیلی بهتون خوش بگذره، به خصوص از لحاظ معنوی. سپاسگزارم، مهر شما هستم. قربان شما. همیهنان گرامی، با سپاس فراوان از شما که به این برنامه توجه فرمودید. آقای امیر خان خیلی ممنونیم از شما، شب روزتون خوش.